سریال ارباب حلقه ها. فرودو بگینز هست. آراگورن چطور؟ سم چی؟ سم ممکنه باشه؟ آها راستی لگولاس چی؟ توی این ویدیو قرار راجع به داستان سریال ارباب حلقه ها صحبت کنیم. سلام، من محمدم و خوش اومدیم به برنامه هزار تو از کانال کافسی. سال 2022 قرار یکی از پرهزینه ترین سریال های تاریخ از شبکه آمازون پخش بشه، سریالی که خودم به شخصه براش لحظه شماری میکنم. قبلا توی کانال یه ویدیو مفصل از سریال ارباب حلقه ها رو ساختیم و کامل جزئیاتش رو بررسی کردیم که اگر ندیدید بهتون پیشنهاد میکنم که حتما اون ویدیو رو تماشا کنید. اما تصمیم گرفتم که یه نسخه کوتاه از اون ویدیو رو اینجا داشته باشیم و اینجا فقط راجع به داستان سریال صحبت کنیم و برای اینکه داستان این سریال رو کامل و دقیق تعریف کرده باشیم، رفتم سراغ دوست خوبم امیر حسین که کانال یوتیوب ارباب حلقه های فارسی رو داره. خواستم بیاد اینجا تا داستان سریال ارباب حلقه ها رو برامون به صورت کامل توضیح بده. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، ممنون میشم اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، چون با این کار هم خستگی من در میره و همین ویدیو به دست باقی رفقا که طرفدار مجموعه ارباب حلقه ها هستند هم میرسه. سلام به همه همراهای کانال کافسی و همه کسایی که مثل ما خیلی منتظرن که سریال ارباب حلقه ها هر چه زودتر پخشش شروع بشه. همونطور که میدونین قصه های این سریال در مورد قصه های عصر دوم از تاریخ سرزمین میانه هست و ماجراهای مردمان نومنور و سارون و ساخت اولین حلقه های قدرت. برای اینکه بدونیم که توی عصر دوم از تاریخ آردا، تاریخ سرزمین میانه، چه اتفاقایی میفته و قصه ها از کجا شروع میشن، بهتره که یک ذره بدونیم که قبلش چه اتفاقاتی توی این دنیا افتاد. قصه های عصر اول از تاریخ دنیای آردا توی سرزمین بلریاند اتفاق میفته. سرزمین بلریاند که یک سرزمینیه در شمال غرب قاره سرزمین میانه، به این قصه ها هزاران سال قبل، زمانی که نه فرودو بگینزی وجود داره نه بیلبو بگینزی هنوز حلقه قدرتی رو پیدا کرده، اتفاق میفته. توی این سالها توی عصر اول الف های ساکن بلریاند که در واقع معروف ترین و قدرتمندترین الف های تاریخ سرزمین میانه هستن، سالهای سال درگیر میشن با ملکور اولین ارباب تاریکی. ملکور اولین ارباب تاریکی که یکی از والار یعنی الهه های نگهبان سرزمین میانه بود، اما خیلی زود از هدف اصلی خودش برگشت و تصمیم گرفت که کل ساکنین سرزمین میانه یعنی الف ها و انسان ها و حتی دوارف ها رو تحت سلطه خودش در بیاره و اونا رو به برده کشی ببره. سالهای زیادی نبردهای بین این دو گروه در جریان بود و الف ها خیلی زجر کشیدن توی این سالها از دست ملکور که البته بعدها اونو به نام مورگوس یعنی دشمن سیاه صدا می زدن. توی این سالها اولین انسانهایی که توی سرزمین میانه از خواب بیدار شدن، تونستن از کوهستان آبی بگذرن و وارد سرزمین بلریاند بشن و اولین انسانهایی بودن که با الف ها آشنا شدن. این انسان ها شامل سه خاندان بزرگ می شدن که معروف شدن بعدها به نام خاندان های اداین و شدن از نزدیکترین دوستان الفا. نهایتا قصه های عصر اول توی یک نبرد بزرگ به نام نبرد خشم یا War of Wrath تموم شد، جایی که این الفا درگیر شدن برای بار آخر با سپاه مورگوس اولین ارباب تاریکی و تونستن پیروز بشن توی اون جنگ. و بعد از اون جنگ خیلی از خدمتکاران سپاه اولین ارباب تاریکی فرار کردن و توی نقاط مختلف سرزمین میانه مخفی شدن و یکی از اینها کسی نبود جز سارون، ژنرال سپاه مورگوس. وقتی که عصر اول به پایان میرسه، والار یعنی الهه های نگهبان سرزمین میانه یک جزیره رو در دریای غربی سرزمین میانه هدیه میدن به این سه خاندان اداین و فرزندان اونها، به خاطر اینکه تشکر کنن ازشون که کمک کرده بودن به الف ها توی نبردها بر علیه اولین ارباب تاریکی یعنی مورگوس. و نام این جزیره میشه جزیره نومنور، النا یا لند آف دی گیفت یا همون جزیره هدیه. و ساکنین این جزیره معروف میشن بعدها به نومنوری ها یا الف ها، بعدها اونا رو صدا میزنن دونداین. عصر دوم از تاریخ سرزمین میانه شروع میشه با آغاز پادشاهی انسانهای نومنور
قدرتمندترین انسان‌ها توی این جزیره نومنور و اولین پادشاه خودشون یعنی الروس که برادر همون الروند، اون الف معروفیه که حتما از فیلم ارباب حلقه ها یادمون هست. و عصر دوم قصه های زندگی مردمان نومنور توی جزیره نومنور هست. سالهای سال که میگذره از شروع عصر دوم، شکافی ایجاد میشه بین مردمان نومنور در مورد اینکه چه کنن در رفتارشون با والار، یعنی الهه های نگهبان سرزمین میانه. از طرف دیگه چند سالی که از عصر دوم میگذره، یک دفعه توی سرزمین میانه سر و کله ساورون دوباره پیدا میشه. ساورون ژنرال سپاه مورگوس، اولین ارباب تاریکی که توی این سالها مخفی شده بود توی یک سرزمینی به نام سرزمین موردور توی سرزمین میانه. زمانی که ساورون دوباره سر و کلهش پیدا میشه توی سرزمین میانه، شروع میکنه شیطنت‌های خودش رو با هدف این که بتونه مسیر ارباب خودش یعنی مورگوس رو ادامه بده و بتونه انتقام شکست ارباب خودش رو مخصوصا از الف‌ها و بعد از الف‌ها از انسان‌های دونداین که کمک کرده بودن و یاری کرده بودن الف‌ها رو در شکست دادن مورگوس بگیره. و اینجور میشه که ساورون حلقه‌های قدرت رو که همه دیگه میشناسیمشون میسازه برای اینکه بتونه با استفاده از اونا تحت کنترل در بیاره قدرتمندترین الف‌های سرزمین میانه رو و نهایتاً سلطه پیدا کنه به سرزمین میانه. درگیری‌های زیادی پیش میاد بین ساورون و الف‌های ساکنین سرزمین میانه که از عصر اول هنوز توی سرزمین میانه ساکن بودن. مهمترین این الف‌ها ایرنیون گیلگالاد هست، نوه فینگولفین، شاه بزرگ الف‌های سرزمین بلریاند. گالادریل هست که همه حتما میشناسیمش، برادرزاده فینگولفین، شاه بزرگ الف‌های بلریاند. و درگیری‌های زیادی بین این دوتا گروه اتفاق میفته. اینکه قصه های سریال آمازون دقیقاً در مورد کدوم قسمه از قصه‌های عصر دوم، خب ما هنوز خبر نداریم. آیا بیشتر تمرکز سریال روی قصه های انسان‌های نومنور هست؟ آیا بیشتر تمرکز سریال روی ساخت حلقه های قدرت هست؟ هنوز معلوم نیست، اما احتمالاً سری به همه این قصه ها که همه در طول چند صد سال از قصه های عصر دوم اتفاق میفته احتمالاً سری میزنیم. مثلا چیزی که مشخص شده این که گالادریل جوان رو ما میبینیم، گالادریلی که توی عصر دوم چند صد سال جوانتر هست نسبت به گالادریلی که توی عصر سوم دیدیم. نهایتاً قصه های عصر دوم پیش میره جایی که مردمان نومنور زمانی که خبردار میشن از شیطنت های ساورون، حمله میبرن به سرزمین میانه و ساورون رو به اسارت میگیرن و میارن با خودشون به جزیره نومنور، غافل از این که این اسیر خیلی زود باعث میشه یک مشکلات خیلی وحشتناکی برای مردمان سرزمین نومنور به وجود بیاد. بعد از این که به خاطر حیله ساورون اتفاقات خیلی بدی برای جزیره نومنور میفته، بازماندگان جزیره نومنور و انسانهای دونداین به رهبری پادشاه خودشون یعنی الندیل راهی سرزمین میانه میشن و اونجور میشه که دو امپراتوری بزرگ یعنی آرنور در شمال سرزمین میانه و گاندور در جنوب سرزمین میانه رو میسازن. سالها بعدم قصه های عصر دوم با نبرد آخرین اتحاد که رویارویی دوباره ساورون با انسانها و الفها و دوارفهای سرزمین میانه است تموم میشه، جایی که دیگه اونا همه با هم متحد میشن برای اینکه یک بار برای همیشه از شر ساورون و حلقه قدرت و شیطنتهاش خلاص بشن. دمتون گرم که مثل همیشه توی این ویدیو همراه من بودین. لطفاً اگر با ویدیو حال کردین یادتون نره که لایکش کنین، چون این لایک شما هم باعث میشه خستگی من در بره، همینجوری الگوریتم یوتیوب متوجه میشه و این ویدیو رو به بقیه رفقا که عاشق سریال ارباب حلقه هستن هم نشون میده.